حمد ثنا به پروردگار و درود به پیام به پیامبر آخر زمان محمد ابن عبدالله علیه الصلاة والسلام. اما بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 26 در دعای زندگان و خیرات و صدقه نمودن آنها منفیت و فایده برای مردگان می باشد. مرده از دعا و صدقه های زندگان، خواه فرزندان یا دیگر خویش و تبارانش باشند، سود و منفیت خواهد برد. چنانه که در حدیث آمده است: یا فرزند نیکوکاری که برایش دعا نماید. حدیث با روایت امام مسلم. 92. الله سبحانه و تعالی دعاها را قبول نموده، حاجت و نیازها را برآورده می سازد. پروردگار دعا و نیازها را می پذیرد، چنانه که فرمود: الله شما را فرمود که مرا از ته دل دعا کنید تا دعای شما را مستجاب کنم. سوره غافر آیت 60. همچنین تنها او تعالی که حاجت ها و نیازهای مردم را انجام می دهد و مانند جلب منفیت به آنها و دفع ضررها از آنها، زیرا کسی از عهده این کار نمی براید. 91. و او مالک همه چیز هاست و مملوک کسی یا چیزی نیست و از الله تعالی به اندازه طرفت العین یک بار میجه زدن به نیازی ممکن است. هر کسی پندارد که یک میجه زدن از پروردگار به نیاز است، به شک و شبه کافر گردیده از جمله هلاک شدگان می باشد. یعنی الله تعالی مالک همه مالکان و همه اشیایی بوده، تصرفات و حرکت های مخلوقاتش به اجازه او می باشد و مقدار یک بار چشم زنی به نیازی و مستقلیت از او ممکن نیست. از همین جهت هر مخلوق و موجود از آفرینش و موجودات سر کرده تا رزق روزی، تدبیر کارها و هدایت و رهیابی و پروردگار بزرگ محتاج می باشد. چطوره که می فرماید: مردم شما به سوی الله محتاجید و او تنها به نیاز و ستوده است. سوره فاتحه آیه 15. بنابراین هر انسانی که یک لحظه گمان کند که او از الله به نیاز بده می تواند، در حقیقت کافر شده از جمله زیانکاران و هلاک شدگان خواهد گردید. 92. الله تعالی خشم میکند و راضی و خوشنود میگردد، نمانند یکی از مردمان. یعنی وقتی که فرایض و واجبات الهی پایمال شود، پروردگار خشم و غضب میکند و چون امرها و فرضهایش به جا آورده شود، راضی و خوشنود میگردد. غضب و رضا دو صفتی است که پروردگار در پروردگار ثابت می باشد. چطوره که حق تعالی فرمود: و غضب کرد الله بر او. سوره نساء آیت 93. و در جای دیگر فرمود: هر آینه پروردگار از مؤمنان راضی و خوشنود گردیده است. سوره فتح آیت 18. ولی خشم رضایی الله تعالی به معنایی که با عظمت و بزرگی او لایق می باشد، زیرا که غضب و رضایی حق تعالی هیچ وقت مانند صفتهای آدمان نمی باشد. خلاصه دعا و صدقه زندگان به مردگان نفع می بخشد. الله تعالی اجابت کننده دعا می باشد و مالک تمام چیزهاست که در آسمان ها و زمین است. محسوب می شود که از او هیچ مخلوقی بی نیاز نیست. غضب و خوشنودی او دو صفتی حقیقی است که بر کیفیت و حالت لایق و به پروردگار تحقق پذیرند.